با سلام و درود و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز برنامه راه حل از شبکه 10 102مین برنامه تلویزیونی راه حل رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم در عصر پنجشنبه 18 آوریل 2013 برابر با 29 فروردین. امیدوارم که شاد و شادکام باشید و در بالاخره بهارم به اونتاریو رسیده. امیدواریم از این هوایی که هستش و در حال تا چشم هم بزنیم دوباره زمستون میاد لذت برده باشیم. در حال در هفته گذشته اتفاقات زیادی افتاد، از جمله زلزله بودش که در منطقه سرابان از استان سیستان و بلوچستان ایران که خوشبختانه تلفات جانی بسیار کمی داشت. خدمت شما عرض کنم که طبق گزارشات یک خانومی بر اثر ریزش کوه کشته شدن و با توجه به اینکه این 7.8 ریشتر قدرت این زلزله بودش، ولی خوشبختانه تلفات جانیش کم بود که اون هم دلایلی داشت البته، و یکی از دلایلش این بودش که خونه هایی که تو منطقه هست خب طب بیشتر خونه های کوچیک چند طبقه نیست و در هر حال گستردگی این محل ها باعث شدش که این تلفات کم باشه. اگه خدای نکرده همچین اتفاقی در تهران یا بزرگ شهرهای ایران انجام میشد، تلفات خیلی سنگینی داشت. این زلزله در 50 سال اخیر بی سابقه بود. البته قرار بودش یه لوگویی هم هستش که در رابطه با تسلیت سراوان بود، دوستان اتاق فرمان اگر هست بذارن. در هر حال خوشبختانه اینم از زلزله از سر مردم ایران به خیر و خوشی گذشت. یکی هفته این چندی نگذشته بود که زلزله بوشهر اومده بود و در هر حال این زلزله تمام منطقه سیستان بلوچستان، پاکستان و حتی منطقه خلیج فارس رو در کشورهای کویت و امارات هم اینو حس کرده بودند و اینه که یک زلزله بسیار زیادی بود، خیلی عمیقی بود. ولی نکته ای که هستش اینه که آقای اکبرپور معاون مدیریت بحران وزارت کشور، ایشون در مصاحبه که کردن با صدا و سیمای ایران گفتند که از اونجایی که ایران کشور امام زمان هستش و ایام فاطمیه هست، این زلزله خطر نداشته. که در حال این یک توهین به شعور ایرانی ها، این توهین به باورهای مذهبی ها، مسلمان ها و شیعیانی که باورمندن و آگاهانه هم این باور رو دارن. و در حال کارشناسان زلزله که صحبت میکردن گفتن این خوشبختانه این زلزله در عمق 95 کیلومتری داخل زمین اتفاق افتاده و به همین دلیل بوده که خسارت بالا کم بوده، وگرنه نابود میشده. و به همین دلیل هم ما توصیه میکنیم که به جای اینکه واقعا باید توکل کرد به خدا، ولی واقعیت اینه که تمام ابزارهای علمی، پیشگیریهای علمی رو باید انجام داد، ساخت و سازهای علمی باید باشه ضد زلزله و بعدش هم به خدا توکل کرد، ولی نه اینکه خرافات رو ادامه داد. در حال ما از این میگذریم و بعدش هم در چند روز گذشته بودش که در بوستون آمریکا در ماراتونی که بودش متأسف